مسابقات قهرمانی جهان و تاریخچه‌اش همواره در تمام اعصار شطرنج به عنوان رشته که نفر برترش داره یک جایگاه اجتماعی هستش مطرح بوده و داشتن قهرمان جهان و برترین بازیکن همیشه مسئله مهم حساب می شده. در 1500-1600 اسپانیا داره بازیکن برتر به نام روی لوپس که یکی از شروع بازی های شطرنج به نام او هستش، ولی همواره این مسئله جای بحث داشته و همیشه این که کی واقعا بهترین بازیکن جهان هستش یک مسئله بوده. این مسئله وجود داشت که در 1886 در همین شهر نیویورک اولین دوره قهرمانی رسمی جهان با به صدا یک پوشش رسانه‌ای مناسب بین ویلهلم اشتاینیس و زوکرتورت برگزار شد و از اون موقع تا الان مچ قهرمان جهان تا الان وجود داشته. اگه بخوایم به طور رسمیش حساب کنیم امسال میشه 130 سال مسابقات رسمی قهرمان جهان و در این دوره در این زمان مسابقات خیلی فرق کرده، ولی همواره تعیین قهرمان به جز یک دوره در سال 2007 از طریق رویارویی و مچ رو در رو مشخص شده که این به اصطلاح زیبایی این مسابقه هست و واسه هم این رو یک مسابقه چند میلیون دلاری حداقل میلیون دلاری کرده که توجه رسانه‌ها رو هم به خودش جلب می‌کنه. مسابقه چگونه برگزار میشه و چرا باعث به قسمت برق‌آسا برسه؟ یعنی چرا امکانش هستش که به جای 12 به عدد فرد ختم میشه که برنده مشخص بشه؟ این سوال خیلی خوبی هستش، به خاطر اینکه نمیتونه مسابقه فرد باشه چون هر دو طرف باید به میزان مساوی سفید و سیاه داشته باشن. این در شطرنج عرف هستش که مهره سفید دست بالاتر داره و در بازی بازیکنان برتر معمولا بازیکن سفید بسیار پوش میکنه، داره فشار میاره و بازیکن سیاه معمولا سعی میکنه متعادل کنه و خب اگر سفید زیادی فشار رو بخواد زیاد کنه و ریسک بکنه خب سیاه شانس برد پیدا میکنه. میشه این کار رو هم در آینده نزدیک در نظر گرفت چون با وجود سوپر کامپیوترها امکان نتیجه مساوی خیلی در شطرنج در لول حرفه‌ای و خیلی بالا رفته، معمولا خیلی بازی مساوی میشه، ولی برای همین همون روند رو ادامه میدن با تایم کمتر که امکان خطا رو بالاتر ببرن و ببینن که کی بالاخره اعصاب قوی تری داره و مچ رو خواهد برد. برای همین در از 12 بازی 4 تا بازی رپید یا به اصطلاح نیمه حالا بگیم سری بازی میکنن و بعدن برق‌آسا بازی میکنن تا بالاخره قهرمان مشخص شه. اگر برق‌آسا هم دیگه مساوی بشه اون وقتی بازی آرمگدون دارن، مرگ ناگهانی، که یک بازی هستش که اونجا اگه بازی مساوی بشه اون وقت سیاه برنده مچ خواهد بود. حالا امکان افتاده اتفاقش بوده مثلا زمان گاسپاروف و کارپوف این اتفاق افتاد که مثلا یا در تاریخچه این مسابقات که به این مرگ ناگهانی برسه؟ نه، این قانون جدید هست به خاطر اینکه سابقا اگر مسابقه مساوی میشد و این مقدار ناجوانمردانه بود قهرمان میتونست عنوانش رو ریتین کنه، به اصطلاح عنوانش رو حفظ بکنه، که این مسئله همواره مورد جنجال بود چون چند مورد مچ‌ها مساوی میشه و قهرمان خود عنوان شفس میکرد، ولی خب اون کسی که چالنجر بود، اون کسی که اومده بود به فینال حقش بود چون نباخته بود به قهرمان و ولی خب عنوان رو به دست نمی آورد. برای همین دیگه الان این قانون تقریبا 15 ساله هستش که وجود داره. حاشیه های این رقابت، یعنی مسابقه با حاشیه همراه بوده، مثل اینکه کارلسن در دیدار نخستش که دیروز برگزار شد، پریروز برگزار شد، پس از شروع در واقع پیاده وزیر، حمله موسوم به ترامپوفسکی رو انتخاب کرده که با توجه به تشابه اسمی حمله با دونالد ترامپ، شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر حمایت کارلسن از ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بوده. این حاشیه‌ها چی بوده؟ بله، این نتیجه شیطنتی که از همکاران شطرنج ژورنالیستای شطرنجی بوده که اسم اصلی این شروع بازی از حمله ترامپوفسکی و اسم گذاری شده پس از اینکه توسط یک شطرنج باز لهستانی برزیلی نام اوکتاویو ترامپوفسکی اینو بازی میکرد در 1920 و بعد از اسممون بوده. تشابه اسمی ترامپوفسکی و ترامپوفسکی و آغاز مسابقات درست بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باعث شد که یکی این شیطنت رو قبل از شروع مسابقه البته انجام بده و کارلسن هم همین شروع رو اتفاقا بازی کرد. میتونه اتفاق باشه، میتونه واقعا کارلسن به پست‌های فضای مجازی هم توجه کرده باشه چون تصمیمات عجیب در شروع بازی کارلسن چیز عجیبی نیستش، ولی واقعا در این که بگم که آیا واقعا کارلسن به این موضوع توجه کرده بوده یا واقعا تدارک شروع بازیش بوده واسه این مسابقه سخت گفتنش، ولی بعید می‌دونم در مسابقه به همچین سطحی
توجه به مسائل حالا حاشی بخواد اینقدر تاثیرگذار باشه. ولی به هر حال این شیطنت همکار شطرنج بازیمان چیز جالبی بود. آیا ایلام ژنوف رئیس فدراسیون بین‌المللی شطرنج به آمریکا رسید بالاخره با توجه به اینکه در نوامبر سال گذشته 2015 وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی رو علیه ایلام ژنوف تصویب کرده بود به دلیل سرمایه‌گذاری او در سوریه و یا مسائل مالی؟ ویزای رئیس فدراسیون جهانی بالاخره صادر شد، او به مسابقات رسید؟ ایشون قطعا در مراسم افتتاحیه نبود، به خاطر اینکه نماینده بی بی سی اونجا از حامی هستی مسابقات که روس هم هست سوال کردش و اونا گفتن که نه نیستش و این مسئله همچنان در حال بسیار دیسپیوت در حال بررسی و مسئله داره حالا در سطح بالاتر داره بحث میشه، ولی ایشون قطعا حداقل تا دیروز در محل مسابقات نبودن. خیلی فرصت کم هست آقای مرادی در مورد شطرنج ایران، درخشش نوجوانان و نونهالان شطرنج باز و چشمانداز شطرنج ایران در سال 2017. بعد شطرنج ایران واقعا در استجاسات اخیر پوست‌اندازی خیلی اساسی رو داشته و ما شطرنج بازان نوجوانی داریم که توانایی های بسیار بالایی دارن و در مسابقات قهرمانی کشور، المپیاد جهانی و نوجوانان جهان عناوین بسیار با ارزشی به دست آوردن. یه مقدار ما باید این دید رو حرفه‌ای‌تر بکنیم. شطرنج بازان ما لزوما لازم نیستش که در مسابقات حالا رسمی فدراسیون جهانی بازی کنن و حضورشون در مسابقات بزرگسالان حتی با اینکه سنشون کم هستش، ولی این پختگی رو درشون به وجود خواهد آورد که ها. وقتی به سن نزدیک 20 سالگی برسن بتونن به عناوین با ارزش‌تر بالاتر دست پیدا کنن. من دورنما رو خیلی مثبت می‌بینم و فکر می‌کنم اگر مدیریت این مقدار حرفه‌ای‌تر بشه قطعاً این نوجوانان و جوانان با کاری که الان داره در شطرنج ایران میشه و این علاقه و حمایتی که خانواده‌ها از شطرنج می‌کنن آینده خیلی خوبی رو می‌تونیم برای شطرنج ایران تصور کنیم. متشکرم الشن مرادی استاد بزرگ شطرنج که با ما گفتگو کردید از طریق اسکایپ از تگزاس. باز سپاس از شما.